من الان 16 سالشه. از وقتی 7-8 سالش بود میدوید میومد پیش من گفت بابا من یه چیزی اختراع کردم. بعد دوم چیزی که از من میپرسید میگفت بابا میتونی به من بگی کسی اینو قبلا اختراع کرده یا نه. و خیلی ها هستن که این پروسه رو طی نمی کنن. یه ایده رو که دارن نمیرن دقیقا ببینن که اون ایدهشون چی یونیکه در موردش. این خیلی مهمه که این کار رو انجام بدید. حالا شما یه ایده رو پیدا کردید، گفتید یه کاری رو میخواید با این ایدهتون انجام بدید، قدم بعدیش چی باید باشه؟ قدم بعدیش اینه که هر ایده‌ای باید یک مسئله‌ای رو پیدا کنه. اگر ایده‌ای داشته باشید که مسئله‌ای رو پیدا نکنه، شما سلوشن واقعی نمیتونید بدید و به ساکسس هم نمیتونید برسید. خیلی راحت مثلا از کوچکترین چیز، البته این صحبت ما در مورد استارتاپ ها و تکنولوژی و ایناست، ولی حتی شما فکر کنید در مورد یه بقالی، یکی میخواد یه دونه بقالی بزنه، اولین چیزی که فکر میکنه میگه که آقا این دور و ورا آدمایی که میخوان خرید بکنن سوپرمارکت ندارن، پس پرابلمشون دیستنس به رسیدن به سوپرمارکته. پس اگر من لوکیشنم رو درست انتخاب بکنم، اون پرابلم دیستنس رسیدن به سوپرمارکت رو برای اینا حل کردم. حالا یه چیز خیلی ساده بود، ولی شما اینو کامپلکسش کنید. مثلا شما بگید که من میخوام یه سافر را بندازم. باید دقیقاً بگردید و ببینید این سافری که شما میخواید را بندازید چه پرابلمی رو میخواد سالف کنه. هر چی سایز این پرابلم بزرگتر باشه، سلوشن شما ارزشش بیشتر میشه و موفقیت شما هم بیشتر میشه. پس پرابلم های بزرگ سلوشن های بهتر دارن، میشه براشون داد و ساکسس بیشتری میشه ازشون داشت. پس ایده رو که شما پیدا کردید، قسمت بعدش اینه که ببینید چه پرابلمی رو سالو میخواید بکنید. حالا شما ایده رو دارید، این پرابلم رو میخواید سالو کنید، یه توزیه به اسم Value Creation Canvas. این با این تول شما میتونید بشینید و مپ بکنید، ببینید این ایدهتون و اون پرابلم هایی که میخواد سالو کنه چقدر واقعا به همدیگه ربط دارن. یه مثالی براتون بزنم. اوبر رو هممون میشناسیم. اوبر وقتی میخواست بیاد و این بیزینس رو درست بکنن و اینا، گفتن که خب مثلا تو این کنوس گفتن ما میخواییم value create کنیم، کاستومر ما جابش چیه؟ اینه که ترانسپورتیشن میخواد. چه پینی داره؟ اینه که وقتی یه تاکسی میخواد صدا کنه باید واسه تا این تاکسی بیاد و طول میکشه و نمیدونه این تاکسی کجاست. و بعد وقتی میخواد پی بکنه، موقع پی کردن باید بگرد یا کش در بیاره یا کردیت کارت، اون تاکسی طول میکشه پولو بگیره و اینا. پس ما اگر پین ریلیور هایی برای این درست بکنیم که این ترانسپورتیشنش رو بتونه داشته باشه، بتونه ببینه کی و کجا این ماشین داره بهش میرسه و سریع برسه و موقع پی کردن هم همون اپیو که داره با استفاده کنه که پی کنه، که دیگه نه کردیت کارت بخواد نه کش. پس این کاستومر جاب و پین ریلیور ها اینجا معلوم شد. بعد گفتن حالا گین اون کاستومر چیه؟ گفتن خب گینش اینه که مثلا پوینت میتونه داشته باشه یا میتونه 5 نوع مختلف ماشین انتخاب کنه، اونا میشه گین کاستومر دیگه، اون پین اصلیش نیست. پس شما هم وقتی که میخواد یه ایده رو ببینید که چجوری تو مارکت فیت میشه، باید اون پین رو یا اون پرابلم رو پیدا کنید، یه پین ریلیور براش داشته باشید، کاستومرتون رو آیدنتیفای کنید که جابش چیه، یه پروداکت یا سرویس داشته باشید برای جاب اون کاستومر، و بعد به قول اینجایی ها میگن گریوی آن تاپ، برید یه گین کریئتر هم پیدا بکنید که بگید حالا اینا رو که داریم هیچی، که پین شما رو ریلیف میکنیم، بلکه یه سری چیزهای اضافه هم برای شما به وجود میاد. به اینجا که رسیدید باید بیایید مارکتتون رو ببینید چیه. و مارکت شما، ببینید یه چیزی رو درست میکنید و خیلی همون چیزی که شما میخواید درست بکنید ممکنه دوست داشته باشن،
ولی سگمنت کردن اون مارکت برای شما خیلی مهمه. مثلا شما اگر دارید، و این یه چیز واقعیه، یکی از شاگردای من یه هیلینگ وبسایت داره که اشخاص که هیلینگ میخوان میرن تو اون وبسایت. ولی خب شما اگر هیلینگ وبسایت دارید، زبان شما انگلیسیه، شما به اسپانیش ها نمیتونید کیتر کنید، چون کامیونیکیت نمیتونید بکنید. پس ممکنه همه اونا این هیلینگ سرویس شما رو بخوان، ولی اون سگمنتی از مارکت که میتونه واقعی مشتری شما باشه باید معلوم بشه. و چطور این کار رو باید بکنید؟ باید اول کل اون مارکتی رو که میخواید بهش دلیور بکنید این سرویستون رو، بهش میگن total available market، اینو تعیین بکنید. و طوری که این کار رو میشه کرد فقط با ریسرچه. بعد از اون شما serviceable addressable marketتون رو تعیین میکنید که چیه، که اون مارکت سگمنتیه که شما میخواید تارگت کنید. و بعد شما باید شیر مارکتتون رو، سامتون رو بیاید تعیین کنید. اون شیر مارکت اون مقداریه که شما میخواید توی مارکت پنتریت کنید و اون قسمت مارکت میخواد بشه مشتری های شما. خیلی باید واقعی به این پروسه نگاه بکنید که بتونید ببینید سایز بیزینستون میتونه چقدر بشه. به اینجا که رسیدید باید بیایید نگاه کنید به ریکوایرمنتتون که چقدر پول باید بذارید تو بیزینس و چقدر آخرش براتون میمونه، چون به هر حال هر بیزینسی میخواد که در نهایت وارد پول درآمد بشه. و چطوری این کار رو میتونید بکنید؟ یه تولی هست که بیزنس مدل کانواس بهش میگن. این value proposition و customer segment رو ما تو اون کانواس قبلی دیدیم. این بیزنس مدل کانواس رو شما اگه بتونید درست پر بکنید، این میتونه مپی باشه که به شما نشون بده که آیا شما یه بیزنس واقعی دارید یا ندارید. که این 9 تا قسمته و هر کدوم از این 9 تا قسمت توش میتونه نوآوری داشته باشه. مثلا یه بار یه آقای اومد به ما گفتش که آقا من میخوام ترشی بیارم کانادا پخش کنم. و گفتم خب آقا ترشی که خب خیلی خوبه ولی خیلی زیاد انواع اقسامش هم اینجا هست. گفت بله، ولی من فارم دارم، خیلی از وجتبلامو وقتی که میخوایم پروسس کنیم خراب میشه، باید بریزم دور. برای همین اونا رو اگه ترشی بکنم بدم به شما، کاستش برای من، خرجش فقط خرج اون قوطیه که باید بریزم توش، تازه یه کاستی هم برام سیف میکنه. و ما گفتیم خب این خیلی عالیه. پس ایشون روی این کانواس جایی که را متریالشو، کی پارتنرشو، یا what you need to do اینا، اینجا میخواست دیسراپت کنه و نه هیچ دیسراپشن دیگه ای نداشت. حالا شما وقتی که این کانواس رو میخواید پر بکنید، باید ببینید کجاش شما دارید value create میکنید و کجاش میتونید یه ادوانتجی داشته باشید روی مارکت. مثلا کی ریسورستون چیه، اکتیویتی هایی که میخواید انجام بدید چیه، پارتنراتون کیان و کاستومر ریلیشنشیپ هاتون چجوری میخواید منیج کنید، چجوری میخواید دیستریبیوت بکنید. آخرش به این خط میشه که چقدر دارید پول میذارید تو، چقدر دارید پول برمیدارید. و این باعث میشه که شما ببینید که این بیزینس که دارید آفر میکنید، این بیزینس پروفیتبله و بیزینس خوبیه. حالا به اینجا که میرسیم یه موضوع خیلی بزرگی بیاد پیش ما که تایمینگ چقدر مهمه برای بیزینسی که میخوایم احداث کنیم. ببینید دو تا کانسیدریشن برای تایمینگ هست. یکی کانسیدریشن پروداکته، یکی دیگه کانسیدریشن مارکته. کانسیدریشن مارکت اینطوریه که شما پروداکتی رو که میخواید بدید بیرون توی مارکت، باید تایمینگش درست باشه که مارکت بتونه اونو بپذیره. اولین ماشینی که برقی بود اومد تو مارکت 1905 اومد بیرون. این ماشین در سال 1905 یه ماشین برقی بود، اینم چارجرشه. مارکت اینو نپذیرفت به خاطر اینکه اون موقع اصلا این کربن فوتپرینت و اینجور چیزایی که ما الان داریم صحبت میکنیم معنی نداشت. و اینی که خب ماشینا اصلا یه لاکچری بودن، حالا چه برقی باشه چه هر جوری کار بکنه با بنزین و ایناش فرقی نمیذاشه به حال کسی. بعد از اون ماشین های مختلفی شروع کردن تو مارکت بیان که برقی باشن
ولی هیچ کدوم موفق نشدن که مارکت شر درست برای خودشون ایجاد کنن، تا وقتی که تسلا اومد که بعد از تسلا ده ها ماشین برقی دیگه اومد. پس وقتی که تسلا اومد مارکت آماده بود برای یه همچین پروداکتی، تا قبل از اون آماده نبود. تو 100 سال اخیر، 120 سال اخیر که سعی کردن همین پروداکت رو بدن تو مارکت، همه فیل کردن، تا وقتی که تسلا اومد. و دلیل موفقیتش هم فقط این بود که مارکت آماده بود براش. اگه همین ماشین تسلا رو 20 سال 30 سال می‌بردیم عقب، احتمالاً این ماشین تو مارکت ریجکت می‌شد، کسی قبولش نمی‌کرد. دومین قسمت تایمینگ خود پروداکته. هر پروداکتی که شما میخواید بدید، حالا چه سرویس باشه چه پروداکت باشه، اینها چند تا فیز مختلف دارن. فیز اینتروداکشن داره، گروت داره، میچوریتی داره و دیکلاین. اگزمپلش همینه، این VCR. وقتی که یه پروداکت تو اینتروداکشن، قیمتش بالاست ولی خیلی مارکتش فرگمنتده. ممکنه مثلا 50 تا 100 تا کمپانی دارن اینو تولید میکنن، تا وقتی که به گروت برسه 70-80% این کمپانی ها از بین میرن و 10-20% پروداکتشون تو مارکت پخش میشه. اون موقع کامپتیشن شروع میشه و قیمتش میاد پایین. وقتی به میچوریتی میرسه اونقدر کامپتیشن بالاست که قیمت این پروداکت دیگه به حداقل میرسه، و تو فیز دیکلاینش که میرسه، این یه اگزمپلیه که من براتون اینجا گذاشتم که اینو از رو کریگلیست پیدا کردم، که میگه این مجانیه، صفر، بیاید ببرید. چرا؟ چون نوع پروداکت عوض شده. حالا شما حساب کنید یه بیزنس میخواید بزنید که پروداکتاش توی قسمت مچوریتی هم، چطوری میخواید کامپیت کنید و پلانتون برای آیندهش چیه؟ یا یه بیزنس میخواید بزنید توی اینتروداکشن، هر کدوم از اینا ریسکای خودشو دارن و ریوارد خودش هم دارن. اینا هم میتونن سرویس باشن، هم میتونن پروداکت باشن. پس وقتی در مورد تایمینگ ما صحبت میکنیم، المنت پروداکت و مارکت ریدینس رو برای چیزی که شما دارید پرودیوس میکنید توی مارکت خیلی مهمه که در نظر بگیرید. هم پروداکت باید تایمینگش درست باشه که مارکت بفهمه اون پروداکت چیه، و هم خود پروداکت باید تو استیجی باشه که شما بتونید اکسیکیوت کنید. حالا برای مثال، مثلا تو استیج میچوریتی، الان خمیردندون تو استیج میچوریتیه و مسواک تو استیج میچوریتیه. چی میشه تو این قسمت؟ چون اینا کامادیتی هن و مردم همیشه براشون استفاده دارن، اینا باید دوباره سعی کنن خودشون رو اینوویت کنن که به دیکلاین نرسن. شما الان بینید مسواک میخرید، شاید 20 نوع مختلف مسواک وجود داره. مسواک هایی که با آب تمیز میکنه، مسواک هایی که چپ و راست میچرخه، اونایی که نمیدونم بک اند فورت میره و میاد، با باتریه، نمیدونم ریچارجبل و انواع اقسام. من میخواستم برم خمیر دندون بخرم، من دختر کوچیکم سیم داره دندونش، و به من گفت بابا یه خمیر دندونی بخر که سیم دندون من رو ارود نکنه، از بین نبره. گفتم چشم. اون یکی دخترم به من گفت بابا یه خمیردندون برای من بخر، دندونا رو سفید کنه. گفتم چشم. برای خودم یه دونه بعد می‌خریدم که برای سنسیتیو توت باشه. برای همین به یه جایی که میرسه، پروداکت میچور میشه، شروع می‌کنن دوباره اینوویت کردن و کانسولیدیت کردن پروداکت‌ها. ممکنه کمپانی‌های بزرگتر برن کمپانی‌های کوچیک‌تر رو بخرن که مارکت شرشون رو بیشتر بکنن و باز دنبال اینویشن جدید باشن. و وقتی در مورد تایمینگ فکر میکنیم، شاید بعضی ها فکر کنن مهمترین قسمت استارت کردن یه بیزینس اون تیمه یا اون آیدیاییه که دارن، در حالی که 42% موفقیت هایی که تو استارتاپ ها بوده به خاطر تایمینگش بوده. این تایمینگ خیلی مهمه. بیل کراس توی تد تاک 200 تا کمپانی رو سروی کرد و بین این 200 تا کمپانی به این نتیجه رسید که تایمینگ مهمترین قسمت ساکسس این بیزینس ها بوده، که همه بیزینس های معروف، استارتاپ های معروفی هم که الان داریم توی اون سروی بودن. مثلا یک اگزمپلی که آقای گروس زد این بودش که یک کمپانی زده بودن به اسم Z.com که Z.com فیل کرد. Z.com دقیقا مثل یوتیوب بود و با این حال که پول توش داشتن ریخته بودن،
و یک عالم هم اکسپرتیز ریخته بودن، چون تایمینگش درست بود فیل کرد، چندین سال بعد یوتیوب اومد و شد یوتیوبی که امروز هستش. پس تایمینگ برای بیزینستون کاملا چیزی که باید حواستون باشه. به اینجا که رسیدید تازه باید فکر کنید خب حالا چجوری میخوام اکسیکیوت کنم، چجوری میخوام برم و این بیزینس رو بزنم، چون تا اینجا فقط برینستورمینگ بوده، ریسرچ بوده، ببینید که ایدهتون آیا ایده درستیه، آیا پول میسازه، مارکت براش وجود داره و تایمینگ درستی براش هست یا نه. حالا این صفحه تقریبا بیشتر پرزنتیشن من روی این صفحه است. این صفحه لایف سایکل یه دونه استارتاپ رو نشون میده. ببینید تا حالا ما در مورد ایده و فیزیبیلیتی صحبت کردیم. به این استیج میگن استیج پریسید برای استارتاپ. پس ما ایده‌مون رو الان صحبت کردیم، در موردش دیدیم بله ولیدیت شده، فیزیبل هم هست، رونیو مدلمون هم الان تقریبا درست کردیم روی اون کنواسی که بیزینس مدل کنواس بوده که ما اینجوری می‌خوایم پول در بیاریم. حالا این رونیو مدل ها خودش چندین و چند اپروچ مختلف داره. مثلا چی؟ مثلا ما توی روباتیک کمپنیمون اومدیم اول گفتیم خب میخوایم یه ربات بسازیم و بفروشیم، رفتیم توی مارکت و به اندیوزرامون گفتیم که ما یه ربات داریم، این ربات گلدونا رو موف میکنه و اسپیس میکنه توی گرین هاوس و نرسریا و میخوایم این رو بفروشیم. با 150 تا مشتری صحبت کردیم، گفتیم که ما قیمت این رباتمون رو گذاشتیم حدوداً $100,000 و همه اینا گفتن که ما نمیخوایم بخریم. بعضیا پولم داشتن نمیخواستن بخرن. گفتیم چرا؟ جوابشون این بودش که این تکنولوژی جدیده، ما نمیدونیم این تکنولوژی چقدر خوب کار بکنه. گفتیم خب پس ما رونیو مدلمون باید بیس رو این باشه که ما گارانتی میکنیم این تکنولوژی کار کنه. دوباره برگشتیم رفتیم پیششون گفتیم باشه، ما این ربات رو به شما میدیم، هر یه گلدونی که ما برای شما برمیداریم از این ور با این ربات میذاریم اون ور 6 سنت ازتون میگیریم. یه دفعه همشون گفتن آقا بردار بیار، هر چند تا ربات میخوای بیاری بریم بذار اینجا. در حالی که با 6 سنت برای هر گلدون موف کردن، اونا به جای اینکه $100,000 به ما بدن حدود $140,000 در 5 سال به ما میدادن. تازه تهش هم 5 سال که تموم شد ربات مال ما بود، بعد برمیگردونیم میبردیم دوباره و خودمون استفادهش میکردیم و اونا اونش نمیکردن. پس این رونیو مدل شما میتونه هم دیسراپتیو باشه، توی مارکت بره کمک بکنه به اینی که پروداکت شما بره تو مارکت، یا میتونه بکفایر کنه، بستگی به اینکه چطوری میخواید مانتایزش کنید. revenue مدلتون که انجام شد، شما باید ولیدیتش کنید، هم باید پروداکتتون هم باید revenue مدلتون تو مارکت ولیدیت بشه. یعنی شما باید یه مشتری پیدا بکنید، برید پیشش و بهش بگید که خب الان من این پروداکت رو که بیارم پیش شما، آیا شما حاضرید اینقدر پول بدید براش یا نه با این مدلی که من دارم. بعد یه مشتری که گفت بله، میدید پیش دومی، سومی، چهارمی، پنجمی. حالا ما برای این پروداکت با 150 تا مشتری صحبت کردیم، ولی مثلا شما 10-15 تا مشتری هم صحبت بکنید، اگه درست انتخابشون کنید همون کافیه که شما رونیو مدلتون رو توی مارکت ولیدیتش کنید. به اینجا که رسیدید، شما الان دارید نزدیک میشید به یک بیزینس آیدیایی که باید شروع کنید روش اکت کردن، ولی هنوز روش اکت نکردید. اینا همه توی ریسرچ استیجه. وقتی که میخواید اکت کنید روی این بیزینس آیدیا، قبل از اینکه اکت بکنید باید کانسپچوالایزش کنید، چون شما تا الان تنها کاری که کردید قدمهای اولیه این بیزینس رو در نظر گرفتید. بعدش چی احتیاج دارید، کجا باید برید، چی کار باید بکنید رو هنوز در نظر نگرفتید. برای همین شما باید الان بشید اینو کانسپچوالایز کنید، از A تا Zش رو برای خودتون بکشید. وقتی دیدید بله قابلیت اکسیکیوت کردنش رو دارید، بعد میرید این بیزینس رو اینکورپوریت میکنید. توی اینکورپوریشن شما باید بیزینستون رو طوری استراکچر بکنید که این استراکچر قابلیت گروت بیزینس رو داشته باشه.
یعنی اگر شما قرار کلاس A, B, C, Share درست بکنید یا اینکه ریورس وستینگ بذارید. ریورس وستینگ یعنی چی؟ یعنی اگر ما 5 نفریم با هم دیگه میخوایم پارتنر بشیم بیزینس بزنیم، ما میگیم آقا هر کدوم مثلا 20% بیزینس رو میگیره، ولی این 20% در عرض 5 سال بهش میرسه، یعنی سالی 4% رو میگیره. امروز ما 20% شعرا رو به اسم شما میکنیم، ولی 2 سال دیگه شما نظر دوست شد، گذاشتی رفتی، شما 8% بیشتر نداری، اون 12% برمیگرده توی کمپانی دوباره. این استراکچرینگ ها باعث میشه که پارتنرشیپ ها به هم نخوره، باعث میشه که بیزینس درست مدیریت بشه و باعث میشه که وقتی یه نفر بخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه تو بیزنس شما، ببینه که درست این بیزنستون ستاپ شده برای سرمایه گذاری آماده است. بعد از اینکه شما استراکچر میکنید، باید داکیومنتیشن داشته باشید. هفته پیش یه کمپانی به من زنگ زد و به من گفتش که دنبال اینوستر میگردن و از من خواستن که بهشون اینوستر معرفی کنم. یه کمپانی از کلگری بود، یه اپ خیلی خوبی داشتن میساختن. من برگشتم گفتم باشه، خواهش میکنم پرزنتیشنتون و سابسکریپشن اگریمنتتون و ترم شیتتون رو برای من بفرستید که من به اینوسترام بدم که اینوسترام ببینن که میخوان اینوست کنن یا خیر. برگشتم به من گفتم ببخشید این 3 چیزی که گفتید چیه؟ ما نمیدونیم چیه. خب من بهشون گفتم وقتی شما این چیزهای بیسیک، داکیومنت های بیسیکی که احتیاجه برای اینکه بخواید اینوستر بگیرید رو ندارید، چجوری میخواید یه اینوستر به قابلیت شما که بتونید یه بیزینس رو مدیریت بکنید اعتماد بکنه؟ پس داکیومنتیشن خیلی مهمه. داکیومنتیشن دقیقا نشون میده که آیا شما این کار هستید یا نیستید. ما اینوستری داشتیم که فقط به خاطر اینکه داکیومنتیشنمون آماده بوده و بدونه که بکم فورد کنیم بهش دادیم، اومده اینوست کرده توی کمپانیمون و کمپانیهای مختلفمون. پس داکیومنتیشن چیزی که شما از طریق وکیل باید بگیرید، باید NDA داشته باشید، باید اگریمنت بین خود پارتنرها داشته باشید، باید همین ترم شیت و سابسکریپشن اگریمنت و پرزنتیشن و پیچ و اینجور چیزاتون رو داشته باشید، بیزنس پلانتون، فاینانشال مدلتون، همه اینا باید آماده باشه و سر جاش باشه. و وقتی همه داکیومنتیشنتون آماده بود، اون موقع شما میتونید تازه شروع کنید صحبت کردن در مورد بیزنستون. چرا؟ چون مثلا الان به من در مورد بیزنستون میخواید بگید، شاید من این ایده رو بتونم بردارم برم یه کاری باش بکنم. پس اول از همه شما از من میخواید که یه نان دیسکلوزر اگریمنت با شما امضا کنم که شما این ایده رو با من در میون بذارید. بعد که در میون گذاشتید، من میگم که خب یه پرزنتیشنی داری بدی که من با بقیه شیر کنم. میگید بله، یه پرزنتیشن خیلی شورت میدید. بعد یه سری داکیومنتیشن دیگه هم باید داشته باشید برای دیو دیلیجنستون. یه چیزی هست به اسم الکترونیک والت که داتا روم بهش میگن. شما میتونید سابسکرایب کنید تو این داتا روما، داکیومنتیشنتون رو بذارید تو این داتا روم، وقتی با یه کسی میخواید شیر کنید از طریق داتا روم شیر کنید و یه اکسپایری دیت هم بهش بدید که بگید که مثلا تا یه هفته ایشون اکسس داره به داکیومنتیشن، بعد از یه هفته اکسسش قطع میشه و حق دانلودش هم نداره، که داکیومنتیشن شما همیشه سکیور بمونه. داکیومنتیشنتون رو که انجام دادید، شما لیگال و اکانتینگتون رو باید بذاری سر جاش باشه و یه لیگال فرم خیلی تخصص داشته باشه توی این بیزینس باید انتخاب کنید. یه داستان کوتاه خنده‌دار براتون میخوام بگم، یه جوکه تقریبا. میگن که در مورد همین لیگال، میگن که یه آقایی رفته بود اسکای دایوینگ کنه، چترش خراب میشه، با سرعت بیشتر از اونی که باید میومد پایین میاد پایین و میخوره زمین و بیهوش میشه. چشش رو باز میکنه، میبینه یه آقایی دیگه بالا سرشه. از این آقا برمیگرده میپرسه که ببخشید من کجام؟ این آقا میگه که شما الان دقیقاً 47 کیلومتر از اولین ایستگاه قطار فاصله دارید و 23 کیلومتر از بزرگترین موزه شهر. این آقا برمیگرده بهشون نگاه میکنه، میگه شما وکیلید؟ میگه بله. شما از کجا فهمیدید؟ میگه به خاطر اینکه یک سری اطلاعات کاملا دقیق و درست به من دادید که اصلا به درد من نمیخوره. و این دقیقا در مورد لیگال ریپرزنتیشن حکم میکنه. شما اگر
خودتون ندونید بیزنستون رو کجا میخواید ببرید و چی کار بکنید، وکیلا میتونن اطلاعات بسیار زیاد و درستی به شما بدن که به دردتون نخوره. پس باید خودتون این آگاهی رو داشته باشید که از وکیلتون چطوری استفاده بکنید و چی ازش بخواید، چه سوالی بکنید که اون جوابی رو که میخواید ازش بگیرید. و حسابدارتون هم همینطور، چون که به هر حال وکیل و حسابدارها سعی میکنن شما رو پروتکتتون کنن، پس شما باید اون قسمت ریسکی رو که میخواید بپذیرید خودتون در نظر بگیرید و از اونجا به اینا اینستراکشن بدید که چطوری برای شما کار کنن. حالا به اینجا که ما رسیدیم، تازه ما اسم خودمون رو میتونیم بذاریم فاوندر. اینجا تازه ما میتونیم بگیم ما الان یه دونه بیزینس احداث کردیم، فاوندر شدیم و این بیزینس اول راهشه. از اینجا اولین پولی که باید توی بیزینس بیاد پولیه که خودتون، فامیلیتون، فرنداتون و اسوشیتتون باید بذارید توی بیزینس. اینوسترها رو وقتی شما اپروچ میکنید، اول از همین اینوسترها میخواییم بدونن که شما خودت چی تو بیزینس گذاشتی. اگر بگید من فقط ایده گذاشتم، اگه اون اینوستر یه اینوستر آگاهی باشه همونجا میگه باشه مرسی خدافظت. شما باید بگید من ایده گذاشتم، مارکت ریسرچ انجام دادم، داکیومنتیشن هم همه سر جاشه، لیگال و اکانتینگ هم درسته، بیزنس رو استراکچر کردم، مارکت استادی دارم، ریونیو مدلم رو ولیدیت کردم، از اول تا آخر بیزنس هم رو کانسپچولایز کردم و دیدم فیزبله و خودم و فامیلیم و دوستام هم پول گذاشتیم توش. حالا احتیاج که زیاد باشه، میتونه 5000، 10000، 50000 دلار، بستگی به وسع خودتون، ولی باید همه این کارها رو کرده باشید و پولم توش گذاشته باشید که اونجا استیج ریسرچ و دیولاپمنت شما شروع میشه. حالا برای اونا که تو کانادا هستن، هر جایی من مطمئنم یه سری اینسنتیو ها هست، ولی خب توی کانادا یه سری ارگنایزیشن ها هستن مثل IRAP یا یه سری تکس بنفیت به اسم شرد یا EBC یا اینکه RRSV، مای تکس و چیزهای مختلف که میتونن کمک کنن به ریسرچ و دیولاپمنت. اینجا استیج سیده بهش میگن سید، و توی سید استیج شما میتونید از گرانت های کوچیک که اینا نان ریپیبل، احتیاج نیست پسش بدید به دولت، استفاده کنید و معمولا این گرانت ها فقط خرج پیرولتون رو میدن، خرج حقوق اشخاص رو میدن و مکسیموم تا 75% هم میرن بالا. یعنی شما اگر 100000 دلار میخواید خرج بکنید تو این استیج، 25000 دلارش رو خودتون میذارید، 75000 دلارش رو از دولت میتونید بگیرید. حالا EBC چیه؟ EBC فقط توی بریتیش کولومبیا است. دولت بریتیش کولومبیا اومده یک تکس اینسنتیو گذاشته برای اشخاصی که تو بریتیش کولومبیا زندگی میکنن، میگن که اگر اینا بیان و یه بیزنسی رو احداث بکنن و خودشون 25000 دلار توی این بیزنس گذاشته باشن، هر کس دیگه که بخواد توی این بیزنس پول بذاره 30% پولی که میذاره رو پس میگیره بلا عوض از دولت. حالا شما اگه توی بریتیش کولومبیا باشید، بیزنس خودتون رو RRSP eligible بکنید، یعنی اشخاصی که پول گذاشتن توی حساب بازنشستگیشون اون پول رو بتونن بیان اینوست کنن با شما. شما پول تو حساب بازنشستگی که میذارید توی کانادا تا 45% برای شما بازدهی داره، به خاطر اینکه مالیاتی که رو اون پول دادید به شما برمیگردونن. پس بیزینسی که EBC و RRSP eligible باشه تو بریتیش کولومبیا، اشخاصی که توش اینوست میکنن 75% پولشون از دولت پس میگیرن. یه همچین الیمنت هایی میتونه خیلی اینسترومنتال باشه برای اینکه به شما کمک کنه که توی این استیج فاند ریزین کنید. از اینجا که میاد جلوتر، تقریبا ریسرچ و دیولاپمنتتون تموم شده، شما میدید توی لیت استیج سید. تو این قسمت کار شما پروتوتایپتون رو دارید، تستتون رو کردید، مارکتینگ پلانتون رو کامل کردید که چطوری میخواید برید تو مارکت، آیا میخواید دیستریبیوشن چنل داشته باشید، میخواید خودتون ببرید توی مارکت پروداکتو، میخواید لایسنس کنید به یک کس دیگه، حالا چه سرویس باشه چه پروداکت، و تو این استیج همه ولیدیشناتون انجام دادید.
یعنی اگر قرار بیزینس فیل بشه تا این استیج باید فیل شده باشه. اگر از این استیج به بعد فیل نشه شانس موفقیت بیزینس بسیار بسیار بالاست. توی این قسمت شما اشخاصی که پیشتون اینوست میکنن انجل ها هستن، ارلی استیج ونچر کپیتالیست ها هستن و یه سری چیزهای دولتی مثل SIF, SDDC, ICE یا هزار تا چیزهای مختلف داره که شما میتونید برید پیششون بستگی به نوع بیزینستون و از اینا بخواید که پیشتون اینوست کنند. توی این لیت استیج سید شما خیلی باید مواظب باشید که چه نوع اینوستری رو قبول میکنید توی سیستمتون، به خاطر اینکه اون اینوسترها بستگی به اینکه شما چطوری اونا رو بیارید تو میتونن جهت بیزینس شما رو تغییر بدن. استیج بعدی از اینجا میشه استیج مارکت تراکشن، یعنی شما اگر یه سرویسی دارید یا یک پروداکتی دارید، الان شما این سرویس یا پروداکتتون توی مارکته داره استفاده میشه. حتما شما درآمدزایی بزرگی ندارید اینجا، ولی حداقل شما میدونید که پروداکتتون تو مارکته، میتونید چند نفر برن اونجا بپرسن بگن آقا از این پروداکت راضی یا نه، خانم از این پروداکت راضی هستی یا نه. و این قسمت شما شروع میکنید درآمدهای کوچیک داشتن. مارکتتون رو باید شما الان سعی کنید درک کنید کجاست و اون مارکت رو اکسپندش کنید. توی این استیج خیلی خوبه که شما یه ادوایزری بورد داشته باشید و اگر بورد آف دایرکتر بزرگی ندارید شروع کنید یه بورد آف دایرکتر پوت توگیدر کردن و خودتون رو باید آماده کنید برای آخر خط. و از اینجا بستگی به اینکه ادوایزراتون کی باشن، بورد آف دایرکترتون کی باشه و تجاربشون چی باشه، شما میتونید خودتون آماده کنید برای اینکه آخر بیزنستون رو چطوری مدیریت کنید. توی این استیج شما یه تصمیم دیگه باید بگیرید. باید تصمیم بگیرید که شما دنبال بریک ایون پوینت بیزنستونید، سوددهین، یا دنبال هاکیستیکی. این هاکیستیک رو توی چیز بعدی در موردش صحبت میکنیم، اسلاید بعدی. این تصمیم رو که شما گرفتید بعد باید برید سراغ وی سی های دیگه، استراتژیک پارتنرها، اکسپورت کانادا، بی دی سی یا اشخاص دیگه که میتونن بیان اینوست کنن که بیزینس شما رو رشد بدن. استراتژیک پارتنرز یعنی چی؟ فرض کنید مثلا شما یک بیزینسی دارید که این بیزینس احتیاج به مانیفکتورر داره. اون مانیفکتورر اگر بیاد پیش شما و اینوست کنه، خب میتونه براتون مانیفکتور هم بکنه. یا اینکه شما یه دیستریبیوتر میخواید، اون دیستریبیوتر اگه با شما اینوست بکنه میتونه براتون دیستریبیوت کنه. یا یه کسی دارید که میتونه پارتس به شما بفروشه، مثلا یه کمپانی شاید مثلا داره بطری میسازه، دنبال یه سری پروداکت میگرده که بطریاشو تو این پروداکت ها بفروشه. اینا میشن همشون برای شما استراتژیک پارتنر. از اونجا شما فقط فوکستون میره روی تیم گروت، ریونیو گروت و مارکت اکسپنشن. در نظر بگیرید که ما تا حالا هیچ صحبتی در مورد پروفیتابیلیتی نکردیم، یعنی هنوز به سود دهی هیچ فکری نکردیم، فقط به این داریم فکر میکنیم که بعد از اینکه بریک ایون پوینت یا هاکیستیکمون رو انتخاب کردیم، اینه که الان میخوایم ریونیومون رو ببریم بالا، مارکتمون رو اکسپند کنیم و تیممون رو بزرگ کنیم. که توی این استیج ها شما میتونید از وی سی ها، بنک ها و گروت فاند ها برید فاند بگیرید و بعد از اون باید تصمیم بگیرید که بیزنستون رو میخواید هولد کنید یا بفروشید. و اگر بخواید اگزیت اکسیکیوت کنید برای بیزنستون، چندین و چند راه مختلف هست. آی پی او که اینه که شما سهامتون رو ببرید تو مارکت عمومی کنید. آر تی او یه نوع دیگه همون کاره که شما در اصل یه شرکتی رو میتونید باش ملحق بشید که این شرکت آلردی توی پابلیک مارکت هست، سهامش داره خرید و فروش میشه. مرجرز اند اکوئیزیشن اینه که بیزینس رو بفروشید یا یه بیزینسی بخرید که بیاد این بیزینس شما رو مدیریت کنه. اسپک، اسپیشل پرپس اکوئیزیشن کمپانیز، که یه سری کمپانی ها هستن که خودشون پول میریزن، بعد که این پول رو میریزن میرن برای این پول میخوان مشتری پیدا کنن، یعنی برن یه بیزینس رو پیدا کنن که بخرن. بعضی از بیزینس ها میگن ما میخوایم بیزینس رو نگه داریم، دیویدند بدیم به شیرهولدرامون. بعضی ها میگن ما میخوایم شیر شیرهولدرامون رو بای بک کنیم.
یا بعضی هم میگن نه ما میخوایم ساکسشن پلنینگ بکنیم، یعنی یه سری آدمایی رو استخدام کنیم که اونا بیان مدیریت بیزنس رو در بر عهده بگیرن که مایی که مؤسساش بودیم بتونیم بریم مثلا بازنشسته بشیم ولی هنوز سودش بهمون برسه. این میشه لایف سایکل کل بیزینس. حالا هاکیستیک چیه؟ هاکیستیک پرینسیپالش اینه که شما بیزینس رو که داره رشد میکنه به جایی که بخوای به سود دهی برسونی توی ضرر نگه داری، همینطوری هی پول بریزی توش ولی مارکتش رو گسترش بدی. خیلی از اشخاصی که دنبال بیزینس میگردن بخرن دنبال سود دهیش نیستن، دنبال پتانسیال سوددهی بسیار بزرگ در آینده. مثلا توی این بیزینس شما اگر نگاه کنید، این بیزینس فرضی 5 تا کاستومرش میخواد بشه 15 تا، بعد میخواد بشه 45 تا، 135 تا، 405 تا و 1215 تا و همچنان همینطوری بره بالا. این بیزینس الان 300% در سال داره رشد میکنه. حالا اگر سال اول ما تعداد کاستومرامون رو کرده بودیم 135 تا و سال ششم 1215 تا بود، درصد رشد این بیزینس بسیار میومد پایین و این باعث میشد ارزش این بیزینس بیاد پایین، در حالی که سوددهیش بالاتر بود چون سال اول با 135 تا مشتری شروع کرده بود نه 5 تا. ولی از دید یه خریدار پروفشنال این بیزینس ارزش آنچنانی دیگه براش نداشت، چون year over year درصد رشد بیزینس بسیار پایین بود، در حالی که الان درصد رشد بیزینس بسیار بالاست. برای همین وقتی که شما بیزینستون رو دارید رشد میدید، یه balancing act باید داشته باشید بین profitability و growth. هرچی درصد growth شما بالاتر باشه، بیزینس شما ارزشش میره بالاتر. وقتی که بیزینس شما به پروفیتیبیلیتی برسه دیگه به درصد گروت کسی نگاه نمیکنه، یه درصدی از یه مالتیپلی از پروفیتیبیلیتی شما رو میخواد بخره، نه درصد گروتتون رو دیگه. برای همین تو این استیج خیلی مهمه اینجا که رسیدیم که میخواید شما به بریک ایون پوینت و پروفیتیبیلیتی برسید یا میخواید این اپروچ هاکیستیک رو داشته باشید و از اینجا والویشن بیزینس شما شروع میکنه تغییر کردن و نوع اشخاصی که به بیزینس شما جذب میشن شروع میکنن تغییر کردن. حالا چه نوع تایپ فاندینگی برای بیزینس ها وجود داره؟ یک نوع تایپ فاندینگ که نان دایلیوتیوه، که نان دایلیوتیو فاندینگ بیشتر از سمت دولت، ارگانیزیشن یا دانشگاه ها میان. این نان دایلیوتیو یعنی که اینا شیر نمیخوان برای اون پولی که به شما دارن میدن. مثلا یه سری اینسنتیو دارن، یه سری میخوان جاب کریشن انجام بدن، ایمپلویبیلیتی ببرن بالا، و یا اینکه یه کازی رو میخوان اینا ساپورت بکنن. بعد از اون ایکویتی فاندینگ میاد که ایکویتی فاندینگ از فرندز و فامیلی اسوسییت میاد یا از انجل اینوسترها میاد، از وی سی ها میاد، فامیلی آفیس ها و های نتورک ایندیویدوال ها. ایکویتی فاندینگ فاندینگیه که وقتی میاد توی بیزینس شما از شما شیر میگیره، یه درصدی از بیزینستون رو میگیره، یه سهمی میگیره توی بیزینس شما که با شما اینوست بکنه. بیشتر فاندینگ هایی که استارتاپ ها میارن معمولا ایکویتی فاندینگه. خیلی کم شده استارتاپی که شروع بکنه با همون گاورمنت و با خود اونرا و بره و برسه به دت. دت فاندینگ چیزیه که پولی که شما قرض میکنید. خیلی از پروگرامایی تو دولت هست که پول قرض میدن به بیزنس هایی که در حال رشدن و وی سی ها و بانک ها هم به بیزنس هایی که در حال رشدن قرض میدن. شما تا حدی میخواید ایکویتی ریز بکنید که برسید به دت، بیشتر از اون نمیخواید، به خاطر اینکه وقتی به دت میرسید دیگه درصدی از بیزنستون رو نمیدید، پولیه که قرض میگیرید و دارید پس میدید. انواع دیگه اینی که شما فاند ریز کنید مثلا با سیف آپشن و وارنتس. سیف یعنی سیمپل اگریمنت فور فیوچر ایکویتی. این یعنی که مثلا یک کسی میاد پیش شما میخواد اینوست کنه،
شما برمیگردید میگید که مثلا ارزش کمپانی من امروز 10 میلیون دلاره، اونا میگن نه ما فکر میکنیم 3 میلیون دلاره و با این سر توافق نمیرسید. شما میتونید بگید باش آقا کاری نداره که شما فکر میکنید 3، من فکر میکنم 10، اصلا بیا ارزش کمپانی رو بذاریم کنار، شما 1 میلیون دلار به من الان بده، من الان به شما شیر نمیدم ولی بهت یه اگریمنت میدم، من 1 میلیون بعدی رو به هر ارزشی که ریز کردم گرفتم از دست اینوسترا تو اون به شما 50% تخفیف میدم. یعنی اگه 1 میلیون بعدی من با ارزش 3 میلیون اومد، شما با 1.5 میلیون تبدیل میشه، اگه با 20 میلیون هم اومد با 10 میلیون تبدیل میشه و این باعث میشه که به نفع هر دو طرف باشه. یعنی به قول جایی ها میگن put your money where your mouth is و این سیف خیلی ویکل خوبیه. آپشن و وارنت هم که یه اگریمنتیه برای ارن کردن شیر در فیوچر که شما مثلا بعضی موقع برای اشخاصی که میخوان با شما این باف بشن میتونید بهشون آپشن خرید شیر بدید با قیمت نازل به جای این که بخواید بهشون پول بدید، که این دقیقا این همین میمونه که انگار رفتید فاند ریز کردید. مثلا ما یه مانیفکتورر داشتیم که بهش گفتیم ما به شما آپشن میدیم توی کمپانیمون به جای اینکه پول مانیفکتورینگ رو بدیم و ایشون گفت باشه، مثلا من 2 میلیون دلار برای شما مانیفکتور میکنم، 500,000 دلار شما من کش بدید، 1.5 میلیون دلار شما آپشن بدید، که اینطوری تونستیم ما یه سری ربات باش مانیفکتور کنیم. و چیزهایی که باید در نظر بگیرید وقتی که میخواید برید از اشخاص تقاضای اینوستمنت بکنید، یک اینه که همونطوری که شما دنبال اینوستر هستید بعضی موقع برای بیزینستون، اینوستر هم دنبال اپورتونیتی هستن که بیان توش اینوست کنن. پس به هیچ عنوان شما فکر نکنید که باید بترسید که بگی آقا بیا اینوست کن، یا این که فکر کنید که اونا دارن برای شما یه محبتی میکنن یا فیور انجام میدن. حقیقتش اینه که این یه چیز دو طرف است، شما اپورتونیتی رو به وجود آوردید و اونها هم دارن سرمایه رو میارن. با این دید باید باشون صحبت کنید. دوم اینه که ارزشی که شما روی بیزینستون میذارید هیچ موقع یک ارزش خاص نیست. نمیتونید بگید بله همینه و همینه که من میگمه، به خاطر اینکه یه دونه بیزینس توی یه تایمینگی ممکنه ارزشش صدها میلیون دلار باشه، همون بیزینس چند ماه بعد ارزشش میتونه دهها میلیون دلار باشه، نه صدها. اگزمپلی که داریم وی ورک. وی ورک یه کمپانیه که با بیلیون ها دلار والویشن رفت فاند ریز کرد، بعد ارزشش اومد شد 1/10 اونی که فاند ریز کرده بود باهاش. برای همین والویشن همیشه بالا پایین میشه، بستگی داره به اینکه تو چه مارکتی هستید، تایمینگتون چیه، اینوسترتون کیه و به چه دایرکشنی میخواید بیزینس رو ببرید. و همین باید خیلی فلکسیبل باشید روی والویشنتون. پوینت بعد اینه که باید خیلی جنرس باشید، دست و دل باز باشید، به خاطر اینکه پول بد با هر ارزشی که بیاد تو بده، پول خوب با هر ارزشی که بیاد تو خوبه. یعنی برای مثال بهتون بگم، من یه کلاینتی داشتم یه بار اومد پیشم به من گفتش که ما بیزنسمون رو میخوام بریم فاند ریز کنیم. برگشتم گفتم ارزش بیزنس شما چقدره؟ گفت 2 میلیون دلار. گفتم اوکی، من اگر بیام ارزش بیزنس شما رو بکنم 3 میلیون دلار، به من 20% شیر میدید؟ اینو حساب کردم، گفتم بله میدیم 20% شیر. و من یه اینوستمنت کوچیکی کردم، ارزش بیزنس اینا رو بردم بالا به 3 میلیون، چون اینا یه سری چیزهای خودشون داشتن که ارزشش رو نمیدونستن، تونستم ارزش اونا رو براشون بیارم بیرون بذارم جلوشون. پس پول خوب میتونه خیلی بیشتر از خود پول ارزش داشته باشه. پس شما با اون اشخاصی که میخوان باهاتون کار بکنن و اینوست کنن، واقعا باید اول اسسشون کنید، بعد اگر رایت اینوستر هم باشون جنرس باشید. پوینت بعدی اینه که با هر کسی صحبت نکنید، واقعا ریسرچتون انجام بدید قبل اینکه با اینوسترها بخواید صحبت کنید، به خاطر اینکه بعضی از اینوسترها وقتتون رو تلف میکنن، فراستریتتون میکنن، آخر به هیچ جا هم نمیرسه. خیلی باید ریسرچ انجام بدید قبلش و اینکه داکیومنتیشنتون باید این اوردر باشه. یعنی شما وقتی با اینوستر میخواید صحبت کنید،
ممکنه 20 تا چیز مختلف ازتون بخواد، هر چی که بخواید باید همونجا بذارید رو میز. اگر این کار رو نتونید بکنید، شانس این که اون اینوستر فکر کنه که شما کارتون رو بلدید خیلی میره پایین. یه پوینت دیگه اینتلیکچوال پراپرتیه. ببینید شما وقتی که یه بیزینس رو شروع میکنید، توی این بیزینس شما اینتلیکچوال پراپرتی دارید و این اینتلیکچوال پراپرتی بستگی به اینکه شما چجوری مدیریتش بکنید میتونه برای شما یا بشه یه هدیک بزرگ یا asset بزرگ. یه کوتی هست که میگن whoever owns the IP will own the profits. هر کسی که صاحب intellectual propertyه صاحب سودم هست. خب این یعنی چی؟ شما فرض کنید شما یه بیزینس میخواید بزنید، میرید intellectual propertyشو رجیستر میکنید، این بیزینس فیل میکنه، یه کس دیگه میخواد بیاد این بیزینس رو بزنه، چون این intellectual property به اسم شماست نمیتونه دیگه بزنه، بعد از شما اجازه بگیره، در حالی که شما خودتون نتونستید استفادهش کنید، ولی باز هر کس دیگه این کار رو بخواد بکنه یه درصد سودش باید به شما برسه. حالا این اسلاید یه ذره کانفیوزینگه میدونم، ولی خب در از هر چی که در مورد استراتژیه intellectual property بخواید بدونید اینجا گفته شده و چه نوع intellectual property هایی وجود داره ایناست. شما trade marketتون، پتنتاتون، copyrightتون، industrial designتون، layout designاتون و trade secretاتون همه شون میتونه intellectual property باشه. تو این اسلاید میگه شما کجا اینا رو میتونید بگیرید، چطوری میتونید اینا رو اینوویت کنید، چجوری اینا رو رجیستر کنید و چجوری کامپتیتیو انوایرمنت برای خودتون ایجاد بکنید که بتونید جلوی بقیه رو بگیرید که بخوان استفاده بکنن از این اینتلیکچوال پراپرتی، که حالا یا لایسنسش کنید یا بخرید یه لایسنسی رو که بتونید کارتون رو انجام بدید. پس اینتلیکچوال پراپرتی یک قسمت بسیار مهمی از این بیزنسه که هر کسی که این رو داشته باشه در اصل میتونه دایرکت کنه بقیه رو که تو اون بیزنس میخوان از این آی پی استفاده کنن که چه سمتی برن. و لب کلام آخرش فقط میخوام بهتون بگم که شما قبل از اینکه یه بیزنس رو شروع بکنین you should plan how you will finish the job before you start، یعنی باید از آخر به اول کار بکنید، یعنی باید کانسپچولایز بکنید چه روزی این بیزینس به کجا میخواد برسه، از اونجا برگردید به امروزتون، وگرنه ممکنه متاسفانه مثل این پیکچر اینطوری خط بشید. کمال جان من پرزنتیشنم تموم شد، اگر سوالی چیزی باشه در خدمت همتون هست. میوتی کمال جان. صداتون بسته از آقای منصرفانی. افشین جان خیلی ممنونیم، خیلی زحمت کشیدین، بسیار عالی بود. برای من که این پرزنتیشن رو دوبار گوش کردم، بار سومش بازم چیزای زیادی یاد گرفتم، یعنی همینطور ایده میاد تو ذهن آدم ولی مسیر رو آدم بلد نیست. یعنی یه مپی مثل گوگل مپ که تو شهر را بری برای بیزینس هم لازمه. شما اون مپ رو خیلی خوب تشریح کردی. انشالله یه جلسه دیگه به زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. اگر اجازه بدید ما یه چند دقیقه، مثلا 10 دقیقه فرصت بذاریم اگه شما خسته نیستین. اگه دوستان سوالی دارن تو چت باکس بنویسن که شما پاسخ بدید. بسیار عالی، من در خدمتتون هستم. دوستان اگه سوالی دارین توی چت باکس بنویسین که ما 10 دقیقه هم وقت برای پرسش شما پاسخ. حالا در مورد ویزای استارتاپ من میتونم کمک کنم، نمی کنم چون کار من نیست، ولی هستن کمپانیایی که کمک میتونن بکنن و بعضی موقع هم پیش ما میان مثلا یه نظری بگیرن در مورد فیزیبیلیتی بیزینس و باشون صحبت میکنیم، ولی من خودم اینی که بخوام توی استارتاپ توی ویزاش انگیج بشم متاسفانه نه.
How do you protect your idea from competitors? Example, Lyft may copy Uber idea and build a similar product. ببینید خیلی راه های مختلفی هست. واسه همین ما intellectual property strategy رو منشن کردیم. اگر شما بتونید ایدیاتون رو پتنت بکنید، اون موقع اون شما رو پروتکت میکنه. اگر ایدیاتون رو پتنت نتونید بکنید، اون نیش مارکتی که انتخاب کردید و اینی که first to market، اولین کسی که بتونه وارد مارکت بشه، معمولا برگ برنده بزرگتری داره. بعد میشه execution. امکان داره که فایل این به اشتراک بذارید؟ بله، من فکر میکنم رکورد کردن و به اشتراک میذارن کل پریزنتیشن رو و من فایل رو هم میتونم برای کمال بفرستم که شیر کنه با تو. من ایمیلم رو اینجا آخر جلسه میفرستم برای دوستان، هر کس فایل رو لازم داشت، این منحنی ها کرب و اینا رو برای من ایمیل کنه بفرست. حتما. آیا علی شجاعی هم پرسیدن آیا RSP تو بیزینس ها تو آنتریو هم اپلای میشه؟ بله RSP انجام اپلای میشه. شما برای اینکه RSP الیجیبل بشید باید یک تراست کمپانی رو پیدا بکنید که اون تراست کمپانی بیاد و برای شما یه تراست اکانت باز کنه که شما بتونید RSP بگیرید و یه بیزینس پلان ازتون میخوان، یه سری داکیومنتیشن دیگه. آی پی رو کجا پتنت میکنید و چقدر هزینه داره؟ ببینید شما اگر امیر خان اگر بخواید شما یه چیزی رو پتنت کنید، همه جا میتونید پتنت کنید. یه نوع پتنت داریم به اسم PCT که شما این پتنت رو اینترنشنال میتونید پتنت کنید، بعد انتخاب کنید تو کدوم جوریستیکشن میخواید دوباره بره این پتنتتون. برای شروع پتنتاتون رو شما میتونید پروویژنال انجام بدید و وقتی پروویژنال انجام میدید کاستش اگر خودتون بنویسید $2,000-3,000 بیشتر نیست. اگر از وکیل بخواید تا $20,000 هم میتونه بره بالا. من پرسیدم که اگر بیزنس به موفق درستی به قول جناب عالی ریجکت شد چگونه باید با کمترین زیان از آن خارج شد؟ چه پیامی؟ خب ببینید، بیزنسی که موفق نمیشه در اصل بزرگترین لایف لسن شماست و شما باید سروجش کنید یا اینکه باید تیبلش کنید برای یه وقتی که وقت بهتری باشه دوباره روش کار بکنید. اون دیگه بستگی داره به نوع بیزینستون و اینکه چه استایی توش دیولاپ کردید و چقدر سروجبله. Would you please give me the English expression of gradual increase of share ownership? The English من این سوال رو متوجه نمیشم از آقای رضا. English expression of gradual increase of share ownership. Are you talking about vesting the shares? Is that what you're asking me? Please explain that, or you can email me later and I can explain it to you if you wish. من ببخشید سگم داره پارس میکنه، من خونه هستم. اینوویتیو ایده جدید های در مورد راه اندازی مسیر یک ایده هم مسیری رو میشه تعریف کرد موفقیت رو بهتر بکنه. بله، در مورد هر نوع ایده ای. ببینید شما اینوویشن رو همیشه میتونید به وجود بیارید. حتما اینوویشن نباید ایده جدید باشه. شما میتونید مثل اون مثالی که من زدم در مورد درست کردن ترشی، میبینید هر جای اینوویشن میتونه به وجود بیاد. چجوری سمارت مانی رو پیدا بکنیم؟ ببینید برای اینکه شما سمارت مانی رو پیدا بکنید باید اول بتونید خودتون رو پرپ کنید برای سمارت مانی. و این آقا امید پرسیدن که خیلی سوال خوبی هم هستن. پرپ کردن خودتون برای سمارت مانی اینه که شما یک عالمه باید جوانب مختلف بیزنس رو در نظر بگیرید و ببینید که اون اسمارت مانی که دنبالش هستید دقیقاً دنبال چه نوع کرایتریایی برای اینوستمنته. خودتون رو با اون مچ میکنید، بعد پروپوز میکنید برای جلسه که خودتون رو پرزنت کنید. We're in the process of developing an app for restaurant. It's still in development. We'll be out in June, July. When do you think we should go for investors? We have not even incorporated yet, but have started the development. خب ببینید، شما وقتی development رو start میکنید، آقای محمود رضا اینو گفتن، وقتی که یه development رو start میکنید قبل از اینکه خودتون رو incorporate کنید، در از خودتون رو دارید توی یه موقعیت ریسکی میذارید. البته خب بد نیست،
شاید این ریسک رو میخواید بپذیرید، ولی بهترش اینه که شما اول این مراحل رو طی کنید، اینکورپوریت کنید، داکیومنتشون رو داشته باشید، بعدن برید دنبال پروداکت دیولپمنت. و کی دنبال اینوستر باید بگردید؟ به نظر من وقتی احتیاج به پول دارید و وقتی آماده هستید، داکیومنتشنتون آماده است. تا وقتی که آماده نیست دنبال پول نگردید. ایران وجود داشته رو پیدا کردیم، به درد کانادا هم میخوره. ببینید شما همه مارکت ها با هم فرق میکنه. سوال اینه که چطور میتونیم بفهمیم مسئله ای که برای ایران وجود داشته راه حل پیدا کردیم به درد کانادا هم میخوره. شما باید یه مارکت استادی تو کانادا انجام بدید و بعد از این که این مارکت استادی رو انجام دادید ولیدیتش کنید و ببینید که به دردتون میخوره یا نه. Thank you, Mr. Deuce. What's your recommendation to fund pre-seed stage itself? ببینید برای pre-seed stage هم اینی که شما میتونید از pre-seed stage VC ها یا angel ها استفاده بکنید. Angel network ها زیادن. و یا میتونید از friends و family و associate استفاده بکنید. ولی راه دیگه ای به غیر از این ندارید. البته government incentive هم هستش، مثلا IRAP توی کانادا یه government incentive خوبیه برای pre-seed stage. Is there any way to ask IRAP support but avoid paying the salary? No, there isn't. برای اینکه IRAP به شما پول بده شما فقط باید سالری بدید. IRAP یه مقدار خیلی کوچیکی به شما پول میده که برای overheadتون بره، ولی به غیر از اون بیشترش برای سالری میره. If possible, I appreciate your phone number, email. My email is بله. من ایمیل و تلفنم رو کمال عزیز با همه شیر خواهد کرد و کمال جان لطف کن این کار بکن، چون بعضی ها ایمیل من رو خواستن. اسلایدار برای من ایمیل کنید، من برای بله. من ایمیل کردم میفرستم. چشم، اسلایدار هم ایمیل میکنم. What's the most difficult stage of your company so far? How did you navigate through it? آه این امیر ببخشید وسط حرفتون، بفرمایید کمال جان. عذر میخوام. ما این سمینار رو به زبان انگلیسی هم خواهیم داشت احتمالاً یکی دو ماه دیگه. بازم اطلاع رسانی میکنیم اگر دوست داشتین تشریف. بله حتما خوشحال میشم. امیر خان گفتن که what was the most difficult stage of your company so far and how did you navigate through it? خیلی سوال خوبیه. ما استیجای خیلی سختی داشتیم تو AIS. یکی از استیجا پیوتی بود که کردیم. وقتی کرونا اومد ما یه ربات داشتیم برای گلخونه ها، رفتیم یه ربات ساختیم برای این که بره بیرون و دیسینفکت کنه جاهای مختلفو. این پیوت که شما یه پروداکت رو 4 سال روش کار کردی یه دفعه اینو تبدیل کنی به یه پروداکت دیگه، واقعا یه تصمیم سختی بود. الان هم هنوز هم یه سری تصمیم های خیلی خوب هستش که داریم میگیریم که باز یه سری پیوت خواهیم کرد و این پیوت ها معمولا خیلی استیجای سختیه برای کمپانی چون باید همه باین کنن توش. What are the IRAP eligibility criteria؟ برای اینکه IRAP شما رو فاند بده باید کاری که بکنید یه IRAP اکانت منیجر بگیرید، باید صحبت بکنید و بیزینستون رو معرفی کنید. IRAP استیج اولش تا $50,000 میده، استیجای بعدی تا $200,000 هم میده و eligibility criteriaش خیلی all over the place. بستگی داره شما تو چه چیزی بخواید R&D انجام بدید، چقدر بخواید آدم هایر کنید، مالستوناتون چی باشه و اینا. یک مسئول فرنگی مثل کتاب یا محتوا رو چگونه میشه ارتقا داد؟ ولی تخصص من نیست، مسئول فرهنگی. من تا حالا البته خودم یه دونه کتاب دارم مینویسم، این خودم باید جواب اینو پیدا کنم ببینم که کتاب خودم چجوری میخوام مارکت کنم، چون بیشتر تخصص من روی تکنولوژی مارکتینگ بوده نه روی محصولای فرهنگی. بسیار ممنون. لطفا بفرمایید استارتاپ هایی که در کانادا هستن میتونن در این مرحله مختلف از کمک های شما استفاده کنن، راه ارتباط با شما چیست؟ من خوشحال میشم هر موقع بتونم کمک بکنم به هر کسی، بی دریغ کمک میکنم و راه ارتباط با من رو هم من الان اینجا توی چت بذارید، اصلا ایمیلمو بزنم و اگه من رو گوگل بکنید من مثل اوپن بوک میمونم، شماره تلفنم و ایمیلم و نمیدونم وبسایتم و هیستوریم و همه چی توی گوگل هست. شما فقط بزنید افشین دوست توی گوگل هر چی که بخواید میاد بالا.
خب افشین جان، اگر که موافق باشین و دوستان موافق باشن دیگه خداحافظی کنیم، چون ایشون هم خسته هستن و از صبح با سرفه و کسالت. خواهش میکنم افشین جان، خیلی خیلی از شما ممنونیم، از همه دوستانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن بسیار متشکریم، از آقای مهندس موفق که در کانون مهندس این فرصت رو ایجاد کردن، از بقیه اعضای هیئت مدیره این برنامه رو کمیته آتریچ کانون مهندس تدارک دیده بود. انشالله برنامه های دیگه هم خواهد بود که حتما به اطلاع شما میرسونیم، مخصوصا یه برنامه، همین برنامه به زبان انگلیسی مفصلتر در خدمت آقای افشین دوست خواهیم. مرسی از همگی. مرسی همچنین شما. من هم از طرف هیئت مدیره کانون مهندس از آقای افشین دوست عمیقاً سپاسگزاری کنم برای این پرزنتیشن بسیار اترکتیو جالب، و تعجب میکنم از شما که 40 سال از کانادا هستید به این سلاست و شیوایی فارسی حرف میزنید و خیلی خیلی امپرس شدم. لطف دارید شما. از تشریف بسیار ممنون از این که محبت داشتید به کانادا مهندس و اتون باز هم ما به سعادت خواهیم داشت و شما رو باز هم در کانادا مهندس با سخنانی نو و حرفای تازه خواهیم شد. سپاسگزارم مجدد. خواهش میکنم. افتخاری بود در خدمت شما بودم. مرسی از لطفتون. منم تشکر میکنم. قرار بود ایمیلی که برای دریافت همین پرزنتیشن هستم لطفا بنویسن. من نوشتم ایمیلم اونجا توی چت هستش. ایمیل کانون مهندس. آه بله. کانون مهندس. مرسی از همگی. روزتون بخیر. قربان شما. خدا حافظ. من الان ایمیل رو اینجا می نویسم برای دوستان. خدا حافظ. خدا نگه. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خداحافظشون. دوستان خداحافظ. خدا دوستان خداحافظ. آقای مهندس. آقای دکتر، آقای مهندس تمام. قربان شما. من ایمیل کانون رو فرستادم خدمت شما. ایمیل خودم من فرستادم. ایمیل آقای افشین دوستم که داد. اون دعنا کنه. بله بله من دریافت کردم. مرسی قربان شما. خواهش می‌کنم. دوستان وقتتون خوش. خداحافظ. خداحافظ. خیلی ممنون.